سخط خبرها. بالا گرفتن جنگ لفظی بر سر سازمان بهداشت جهانی، رئیس جمهوری آمریکا این نهاد را عروسک خیمه شب بازی چین خواند. پکن میگوید ترامپ میخواهد حواس‌ها را از ناکارآمدی خودش پرت کند. آقای مهدی جمالی فرزند علی اکبر، مدیر عامل سابق شرکت خودروسازی سایپا. حکم ده‌ها متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی ایران، دو نفر به اعدام محکوم شدند، مدیر عامل سابق سایپا و دو نماینده مجلس به زندان. و دستور رئیس قوه قضاییه درباره ایرانیان تحت تعقیب قانون، دادگاه‌ها نباید ایرانی‌های خارج از کشور را از دریافت خدمات کنسولی محروم کند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در حالی که شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا به نزدیک 5 میلیون نفر رسیده، این روزها کشورهای آمریکای لاتین به کانون‌های اصلی شیوع تبدیل شدند. همزمان آمریکا یک ماه به سازمان بهداشت جهانی مهلت داده که دست به اصلاحات اساسی بزند، وگرنه کمک‌های مالی این سازمان را قطع می‌کند. چی میگوید آمریکا می‌خواهد تقصیر ناکارآمدی خودش در مهار بحران را به گردن این نهاد بین‌المللی بیندازد؟ سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. این آمبولانس‌ها نمی‌خواهند سکوت شب ماناگوئه را بشکنند، چون نمی‌خواهند دیده و شنیده شوند. دولت نیکاراگوئه از همان اول خطر کرونا را جدی نگرفت و امروز هم اصرار دارد قربانیان کرونا را به عنوان آمار تلفات ذات‌الریه ثبت کند. ما اینجا بحرانی نداریم و اون چی که میبینیم یک دوره طبیعی ابتلا به ذات‌الریه است. اما خانواده هایی که بیرون بیمارستان ها صف کشیدند داستان دیگری روایت میکنند. همان داستان تلخ شیوع گسترده کرونا در آمریکای لاتین. از شیلی که دعوا بر سر نحوه توزیع کمک های غذایی است تا پرو که کارزار بی امان مهار کرونا رمقی برای کادر درمانی باقی نگذاشته. و البته برزیل که رئیس جمهورش اصرار داشت کرونا از آنفلانزا خطرناکتر نیست، ولی حالا کشورش با روزانه 15,000 مورد جدید ابتلا سومین کشور جهان از نظر تعداد مبتلایان شده. ویروس کرونا تا اقصی نقاط مناطق مسکونی جنگل‌های آمازون هم رفته است. پزشکان برزیلی اینجا نیز در تکاپو هستند. موارد ابتلا در مناطق مرکزی خیلی بالا رفته و حالا مسیر شیوع ویروس به سمت آمازونه و داریم روزی 4، 6 یا حتی 8 مبتلا رو شناسایی میکنیم. پزشکان در غرب ایران نیز با بحرانی مشابه دست و پنجه نرم میکنند. وضعیت استانهای لرستان و خوزستان بحرانی اعلام شده و روایت بیماران اینجا در یک بیمارستان آبادان حکایت از شیوع گسترده ویروس کرونا دارد. همه مبتلا شدیم. الان خیلی اینجا از فامیل اینجا همه مبتلا شدن. تعمیرات داشتیم، بختار اومد خونه، بعد از که بختار رفت و کارگرها رفتن ما همچین مبتلا شدیم. ایران آمار ابتلا را به تفکیک استان اعلام نمی کند و امروز یک عضو شورای شهر تهران گفت دولت با این کار آدرس غلط می دهد. در گرماگرم این رنج‌های انسانی، سیاستمداران حاکم در آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی طغیان کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا نامه شدید اللحن به سازمان بهداشت جهانی نوشته و گفته باید این سازمان تا 30 روز دیگر دست به اصلاحات اساسی بزند. من فکر می‌کنم عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این مدت خیلی غم‌انگیز بوده. ما به اونها سالی 450 میلیون دلار کمک می‌کنیم و چین سالی 38 میلیون دلار، ولی اونا عروسک خیمه شب‌بازی چینن. چین در پاسخ به دولت آمریکا امروز گفت بهتر از سیاستمداران آمریکایی به جای سلب مسئولیت و مقصریابی برای شکست کرونا با جامعه جهانی همکاری کنند. در آمریکا حرف از قطع 450 میلیون دلار کمک سالانه است و در اتحادیه اروپا صحبت از نحوه دادن 500 میلیارد یورو کمک مالی به کشورهای نیازمند عضو اتحادیه. آلمان و فرانسه میگویند باید به کشورهای نیازمند اروپایی از یک صندوق مشترک مالی کمک کرد و باز پرداخت ها هم به عهده همه کشورها باشد. ولی کشورهای مثل اتریش، سوئد و هلند مخالفند و میگویند هر کشوری که کمک میگیرد باید به مثابه یک وام تلقی شود
که خود آن کشور باز پرداخت کند. این یک بحث تاریخی است که جهانیان چقدر در مقابله با یک دشمن مشترک به هم کمک کردند و چقدر از هم فاصله گرفتند. اما طبیعت معطل نتیجه این بحث نمی‌ماند و به رغم بحران کرونا بنا دارد خشم خود را به شکل گردبادی مهیب در جنوب هند نشان دهد. مقامات هندی که شاهد گسترش خزنده ویروس کرونا در کشورشان هستند، حالا همزمان می‌کوشند میلیون‌ها نفر را در نقاط کرونا زده از مسیر گردباد تخلیه کنند. نبردی دوگانه، با دشمنی نامرئی و دشمنی طوفانی. سیاوش اردلان، BBC. عادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن الان از خانه‌اش در مریلند در حومه پایتخت آمریکا با ما هست. عادی، این به قول معروف تنش لفظی بین آقای ترامپ و سازمان بهداشت جهانی چند هفته است که در جریان، ولی حالا صحبت از قطع کامل کمک‌های آمریکا رو می‌شنویم. چه واکنش‌هایی در واشنگتن در پی داشته؟ منتقدان همیشگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد هم انتقاد دارن به این اقدام او. مشخصا عالی رتبه ترین مقام دموکرات الان رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی انتقاد کرده از این در واقع تهدید دونالد ترامپ. او قبلا هم گفته بود که اساسا دولت آمریکا نمیتونه بدون اجازه کنگره کمک ها به سازمان بهداشت جهانی رو به تمامی و یک باره قطع بکنه. این کمک ها که افزون نزدیک به نیم میلیارد دلار میشه در سال از طریق سازمان ها و ارگان های مختلف دولت آمریکا و بخش های مختلف از بودجه های اونها در واقع ارائه میشه به سازمان بهداشت جهانی، ولی دولت آمریکا میگه که چون در مصوبات کنگره دولت ملزم نشده به چنین کمک هایی، دولت میتونه یک جانبه این کمک ها رو قطع بکنه، کما اینکه در سالهای گذشته در دولت دونالد ترامپ در مورد سازمان های بین‌المللی دیگری همین اتفاق افتاده. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد از دونالد ترامپ گفته که در واقع این صحبت ها و اقدامات بیشتر مصرف داخلی داره برای او، در آستانه انتخابات چند ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری بیشتر دونالد ترامپ و جناح او تلاش میکنن که بحران کرونا رو ربط بدن به چین تا هر گونه تبعاتیش رو به در واقع فرافکنی بکنن به یک عامل خارجی. این صحبت دموکرات ها و منتقدان دونالد ترامپ هست. اما از بین کسانی که منتقد سازمان بهداشت جهانی هستند و از دولت آمریکا میخوان که در این سازمان اعمال نفوذ بیشتری بکنه و دنبال اصلاحات ساختاری و بازنگری و همینجور بازرسی بیشتر هستند، هم بعضا منتقد این تصمیم دونالد ترامپ هستند و میگن که این تصمیم بیشتر به آنچه که دونالد ترامپ ازش انتقاد میکنه، یعنی نفوذ دولت چین، کمک میکنه، چون که خلایی ایجاد میکنه که دولت چین میتونه اون خلا رو پر بکنه یا همپیمانان آمریکا رو خل سلاح بکنه در حمایت از این بازرسی ها و اصلاحات در ساختار سازمان بهداشت جهانی. ممنونم ازت هادی. هادی نیلی خبرنگار ما از واشنگتن. دادگاهی در ایران یک زن و شوهر رو به اتهام اخلال در بازار ارز و پیشخرید هزاران خودرو به اعدام محکوم کرده. دو نماینده مجلس و مدیر عامل سابق و چند مدیر شرکت سایپا هم به زندان محکوم شدند. این احکام قابل تجدید نظرخواهی است. بازار خودرو در ایران اخیراً به شدت متلاطم شده، به طوری که گفته می شود در برکناری وزیر صنعت هم نقش داشته. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. فصلی جدید در تلاطم یکی از سیاسی ترین صنایع ایران با صدور حکم اعدام، این بار برای سلطان خودرو. آقای وحید بهزادی فرزند ابو طالب و همچنین خانم ایشون و همسرش به نام خانم نجوا لاشیدایی فرزند علی، هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق این زوج به اخلال در نظام توزیع، پولشویی و احتکار سکه و طلا متهم شده بودند. پیشتر اعلام شده بود که این زوج میلیاردها تومان را در سال 1394 از کشور خارج کردند. 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا. از دیگر متهمان این پرونده، این مرد یعنی مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا است. اتهام او مشارکت در اخلال در نظام توزیعی است و به خاطر آن به 7 سال حبس محکوم شده.
معاون سابق بازاریابی سایپا و رئیس سابق حراست کل این شرکت دولتی خودروساز هم به اتهام همکاری با آقای جمالی به حبس محکوم شدند. دو نماینده مجلس هم به خاطر مشارکت در این پرونده به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. برگزاری دادگاه‌ها و صدور احکام سنگین در حالی انجام می‌شود که فساد و رانت در بازار خودرو سابقه دارد. طی سال‌های گذشته خودروسازان با همکاری دولت برای تولید و تعیین قیمت خودرو تصمیم گرفتند. بازار خودروی ایران انحصاری است و بخش عمده بازار در اختیار سایپا و ایران خودرو است. خودروهای وارداتی هم در بازه قیمتی وارد کشور می شوند که رقیب محصولات این خودروسازان نباشد. در سالهای اخیر احکام سنگین برای پرونده‌های فساد اقتصادی که متهمان آنها عنوان سلطان می گیرند افزایش یافته. به نظر می‌رسد در سلسله سلاطین فساد اقتصادی در ایران بعد از سلطان سکه و سلطان شکر حالا نوبت به سلطان خودرو رسیده. مشخص نیست تأثیر احکام جدید بر رفع فساد از صنعتی که به حیات خلوت اقتصادی نزدیکان به قدرت مشهور شده چیست؟ شیدا هوشمندی، بی بی سی. ایرانیان خارج از کشور که تحت تعقیب نهادهای امنیتی و قضایی ایران هستند از این به بعد می توانند از خدمات کنسولی استفاده کنند. بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضایی ایران از امروز دادگاه ها حق ندارند ایرانیان خارج از کشور را از دریافت خدمات کنسولی محروم کنند و احکام پیشین مرتبط با این موضوع نیز باید سریعا لغو شود. بعضی از فعالان سیاسی خارج از ایران گفتند هنگام مراجعه به کنسولگری های ایران از آنها خواسته می شود همکاری اطلاعاتی کنند. حمید سبی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از لندن با ما هست. آقای سبی، شاید بسیاری ندونن که این حکم چه تغییری قرار هست ایجاد بکنه. کمی به ما بگید شرایط پیش از این چگونه بود و حالا چه تغییری میکنه؟ پیش از این کسانی که در خارج بودن و از نظر رژیم حالا یا محکوم شده بودن یا حتی مخالف رژیم تشخیص داده میشدن، مأموران کنسولی هیچ گونه کمکی به اونها که نمیکردن، هیچی اگر هم پاسپورتشون منقضی شده بود تمدید نمی کردن یا حتی بعضی در بعضی موارد پاسپورت خیلی ها رو در موقعی که درخواست کرده بودن گرفتن و پس ندادن، ریختن دور. و این نوعی مجازاتی است که بهش میگن مجازات تبعی، برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی ذکر شده که هیچ کس رو نمیشه از تابعیتش محروم کرد، هیچ کسی رو نمیشه به جرمی که هنوز متهم نشده و دادگاه صالح علیهش رای نده محکوم کرد، و علاوه بر اون هیچ نوع مجازات طبعی رو نمیشه در مورد اون اجرا کرد. ولی اکثر مواد قانون اساسی، به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی، به خصوص قسمتی که مربوط به حقوق ملت ایران هست، کاملا نادیده گرفته شده. مقاماتی که این تصمیم رو میگرفتن معمولا مامورین کنسولی بودن در هر کشوری که هیچ نوع اختیار قضایی ندارن و سر خود و بدون مشورت با کسی تصمیم می‌گرفتن که به اشخاصی یا پاسپورت ندن یا پاسپورتشون تمدید نکنن یا هیچ گونه خدمات کنسولی به اونها ندن. و از حالا فکر می‌کنید با این حکم جدید آیا تغییری حاصل بشه؟ قانون فرق نکرده. اینها در هیچ زمانی حق نداشتن یک همچین کاری رو بکنن. و هیچ کسی که این جرائم رو انجام داده، مامورین کنسولی که این جرائم رو انجام دادن، در هیچ زمانی نه مؤاخذه شدن، نه محاکمه شدن، نه تخلف اداری رو علیهشون اجرا کردن. و حالا هم اگر این کارا رو نکنن، اگر تشخیص بدن که مثلا حمید سری یا کس دیگری دشمن جمهوری اسلامی، بنابراین ما برای او کاری نمی‌کنیم، کس پاسخگویی وجود نداره. در جمهوری اسلامی هیچ وقت مقامات اداری که برای رژیم تصمیمات بسیار وحشتناکی رو گرفتن، نه مجازات شدن، نه مؤاخذه شدن در هیچ زمانی. حتی کسانی که قتل انجام دادن بدون اینکه کوچکترین مجازاتی در موردشون اجرا بشه در جامعه هستن. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که حالا که این حرف رو زدن، باز دوباره مامورین کنسولی از همون اختیارات نامحدودی که داشتن استفاده نکنن و باز هم سر خود و بنا به تصمیمی که خودشون میگیرن اون چیزی که ترجیح میدن انجام بدن. ممنونم از شما حمید سبی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از لندن با ما.
فردریک یونه یک نوازنده جاز است که قبلا با بزرگانی مثل سی وی واندر و پرینس دور دنیا رو گشته و اجرا کرده، ولی حالا در دوران کرونا برای هم‌محله‌هاش در شهر واشنگتن ساز میزنه و شادشون میکنه. داستان رو از زبان خودش بشنویم. اسم من فردریک یونه است. یک نوازنده فرانسوی سازدهنی هستم و سال 2001 به واشنگتن دی سی نقل مکان کردم. چند سال با پرینس تور داشتم و چند سال هم با استیوی. دارم سعی میکنم سازدهنی رو دوباره محبوب کنم. داشتیم آماده می شدیم دوباره راه بیفتیم گوشه و کنار کشور که کووید از راه رسید. نیاز به نواختن تبدیل به فرصتی شد که فضایی درست کنیم که هم قوانین کووید رو رعایت کنیم و همزمان خلاق باشیم و سازمون رو بزنیم. We've been calling those Sunday sessions eavesdrop. اسم این جلسه‌های یک شنبه رو گذاشتیم گوش وایسادن، چون نمی‌خواستیم همسایه‌ها بیان و اجرا رو تماشا کنن، بلکه از خونه خودشون بهش گوش بدن. وقتی این رو برای اولین بار شروع کردیم، نگران بودیم که همسایه‌ها چه واکنشی نشون میدن. من سالها در این محله زندگی کردم و حالا به واسطه این خیلی بیشتر از گذشته با همسایه‌ها ملاقات داشتم. فکر می‌کنم همه ما تو این دوران به عشق و شادی نیاز داریم. این پایان دنیا نیست و ما نیاز به ارتباط انسانی داریم. من که حس خوبی دارم. This whole social distancing rule. نیروی موسیقی این فاصله گذاری اجتماعی رو خونسا کرده. فاصله فیزیکیش برقرار مونده، ولی جنبه اجتماعی تقویت شده. The social aspect of it has been actually reinforced. My hope once this is all over. امید من اینه که وقتی ماجرا تموم بشه، دوباره راحت بتونیم همدیگر رو در آغوش بکشیم و در جاهای کوچیک دور هم جمع بشیم و به موسیقی زنده گوش بدیم. Small places to enjoy live music with one another. موسیقی یک زبان جهانیه که باید شنیده بشه، مخصوصا در زمانهای سختی مثل الان. Especially in difficult times like this. گزارش ها از مصادره موقت دارایی های پسردایی بشار اسد و میلیاردر معروف سوریه و همراه همسر و فرزندانش خبر دادند. رسانه های سوری با انتشار یک حکم دولتی اعلام کردند که دولت سوریه سه‌شنبه تصمیم به مصادره دارایی های رامی مخلوف، پسردایی رئیس جمهوری سوریه و میلیاردر شناخته شده این کشور به همراه همسر و فرزندانش گرفته. نزدیک به 2 میلیون نفر از شهروندان هند و بنگلادش به دلیل نزدیک شدن یک طوفان شدید مجبور به ترک خانه هایشان هستند. طوفان آمفان سواحل هند و بنگلادش رو تحت شعاع قرار داده. سرعتی حدود 240 کیلومتر هم در ساعت داره. خلیج بنگال اصلی ترین محلی است که طوفان آمفان در آن رخ داده. هند، بنگلادش و سایر کشورهای جنوب آسیا هر ساله با شروع فصل گرما با پدیده طوفان و بارش های سیل‌آسا مواجه میشن که در اثر اونها میلیون ها نفر مجبور به جابجایی و ترک منازلشون میشن. و نتایج اولیه آزمایش یک نوع واکسن جدید برای بیماری کووید 19 مثبت بوده و قرار مرحله اصلی آزمایش این واکسن تا چند روز دیگه آغاز بشه. این تنها یکی از واکسن هاییه که این روزها در مرحله تحقیق قرار داره. دکتر حمیدرضا ستایش در برنامه امروز از ما بپرس به تلاش های دیگه ای که همزمان برای یافتن واکسن در جریان هست اشاره میکنه. این برنامه پیشتر یک بار پخش شده. برنامه از ما بپرس از شنبه تا سه شنبه پخش میشه. آیا احتمال داره زودتر از 18 ماه واکسن کرونا تولید بشه؟
آیا بهتر نیست دنیا به جای تولید واکسن روی تولید داروی مؤثر کرونا سرمایه گذاری کنه؟ اینا دو نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس برمون فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از امروز از قرنطینه خونگی سوالهای شما رو با متخصصای برنامه در میون میذارم. مهمون امروز ما دکتر حمید رضا ستایش هستن، کارشناس سلامت عمومی از اتحادیه جهانی واکسیناسیون، اتحادیه‌ای که در سراسر دنیا 760 میلیون کودک رو واکسینه کرده. دکتر ستایش خوش اومدید به برنامه. سپاسگزارم. خیلی از مخاطبای برنامه از جمله حافظ پرسیدن تازه‌ترین اطلاعاتی که از تولید واکسن داریم تا این لحظه ضبط برنامه چیه؟ بیشتر از 60 تا الان واکسن نامزد بررسی بیشتر داریم که خیلی تحول بزرگی، یعنی توی همین 3 ماه گذشته از وقتی که این بیماری خودش رو نشون داد و ژنش شناسایی شده تا الان ما بیشتر از 60 تا رو داریم که 4 تاشون رسیدن به مرحله اولیه بالینی روی انسان. با توجه به آمار مرگ و میر خیلی بالا تو دنیا، آیا احتمالش هست روند تولید واکسن رو یه جور سرعت بیشتری بهش بخشی؟ سرعتی که فعلا هست واقعا فوق‌العاده است، یعنی اصلا در تاریخ سلامت چنین چیز سابقه نداشته. ما سریع‌ترین واکسنایی که داشتیم که 10 سال تولید شدن و الان داریم در مورد 1 سال تا 1 سال و نیم صحبت می‌کنیم برای تولید واکسن کرونا که یک سرعت بی‌سابقه ای. اگه اجازه بدین من یک کوچولو راجع به اصلا نحوه تولید واکسن‌ها اینجا خدمتتون عرض بکنم به خدمت بینندگان. واکسن های سنتی رو ما معمولا از ویروس یا باکتری ضعیف شده تهیه می‌کردیم یا از اجزای مرده اون، و این تا 10-15 سال پیش تمام واکسن هایی که ما داشتیم از این طریق تهیه می‌شدن. اخیراً روش های نوینی رو به کار گرفتن برای تولید واکسن ها، یعنی اون موقع ما با ضعیف کردن اون عامل بیماریزا و ورودش به بدن می‌خواستیم که سیستم ایمنی بدن خودش شروع کنه واکنش نشون دادن، اون عامل رو شناسایی کنه و بر ضدش پاتن های لازم رو بسازه. بعد به این نتیجه رسیدن که خب حالا ما خودمون عوامل پروتئینی یا اون عوامل سطحی ویروس و باکتری رو وارد بکنیم و بدن بتونه جواب بده، که یکی از روش‌های کلام روش کار میشه از این هست. مشکلی که پیش اومد مثلا این بود که اون پروتئین‌ها میشکستن وقتی وارد بدن میشدن. حالا روش‌ها این هست که چجوری اون پروتئین‌ها رو ثابت کنیم که بتونن وارد بدن بشن، کاری که برای واکسن مثلا HPV انجام شده و دانشمندان استرالیایی الان دارن همون رو برای واکسن کرونا انتخاب می‌کنن. چیزی که خیلی الان بیشتر داره روش کار میشه روشی هست که میان اون کد ژنتیکی ویروس رو که ویروس کرونا رو الان عرض میام خدمتتون، حالا یا دی ان ای یا آر ان ای که در مورد کرونا روی آر ان ای بیشتر کار میشه، اون رو وارد بدن میکنن به نوعی و میخوان که به جای اینکه ویروس وارد بشه و بعد شناسایی بشه و این بدن بتونه بهش جواب بده، در واقع با وارد کردن کد ژنتیکی سلای بدن شروع کنن ساختن اون پروتئین و اونو بیگانه تشخیص بدن و ضدش پاتن تولید کنن، که این اصل روشی هست که الان داره روش تمرکز میشه و خیلی سریع داره جلو میره. نکته‌ای که بخوام اینجا بگم اینه که در واقع وقتی که مثلا توی نیمه ماه ژانویه دانشمندای چینی اومدن و کد ژنتیکی کرونا رو توضیح کردن، مشخص کردن و در اختیار همه گذاشتن، در فاصله چند روز عملا ما واکسن رو داشتیم، به خاطر اینکه وقتی کد ژنتیک رو داریم همون که وارد سلول بشه میشه براش علیهش واکسن ساخت. اینکه اون واکسن بتونه به مرحله‌ای برسه که از نظر امنیتش، از نظر کاراییش و از نظر اینکه بشه به تولید رسوندش بررسی بشه، چیزی که خیلی طول میکشه و اون چیزی که ما اصلا زیر یک سال بهش فکر نمی‌کنیم. آقای پورشعبانی سوال کرده که آیا احتمالش هست همزمان با احتمال واکسن روی حیوانا روی انسان‌ها و افرادی که داوطلب هستن این واکسنی که نمونه‌ای که مثلا شما میگید آزمایش بشه؟ الان داره همینطور میشه. فکر خیلی جالبی است که بیننده شما و مخاطب شما بهش اشاره کردن. اینا ما برای اون پلتفرم و برای اون سازوکارهایی که قبلا برای واکسن‌های دیگه درست شده و از نظر بی ضرر بودنش روی حیوان آزمایش شدن، دیگه لازم نیست دوباره ژن کرونا رو روش آزمایش کنن. و این روش های نوین خیلی هاشون دارن اون قسمت آزمایش روی حیوان ها رو خیلی کوتاه میکنن و حتی یکیشون در واقع بدون اون اجازه FDA گرفته که بتونه روی انسان ها به طور اولی آزمایش بشه. بله این کار داره انجام میشه. حامد نصیر نژاد پرسیده آیا واکسن کرونا ممکنه تا تیر یا مرداد توزیع بشه؟ خیلی احتمالش کمه. سازمانه مثل سازمان اتحادیه جهانی واکسیناسیون که شما کار میکنید یکی محتاطانه معمولا برآورد زمانی انجام میدن، احتمال میدید زودتر از 18 ماه به واکسن برسیم؟ همونطور که عرض کردم یکی رسیدن به واکسن هست که شاید بگم ما الان یه انواعی از نوع اولیه واکسن رو در اختیار داریم. مسئله دوم این است که این واکسن بتونه کارایی خودش رو نشون بده و اون طول میکشه، بخاطر اینکه ما هنوز خیلی چیزا رو نمیدونیم و این باید روی بدن انسان آزمایش بشه. ما باید بدونیم که این روی کسانی که در گروه‌های مختلف سنی هستن چجوری اثر می‌کنه، بر کسایی که یه مشکلات زمینه‌ای دارن چجوری اثر می‌کنه، اینها اندازه‌گیری بشه توی بدنشون مقدار اون پاتنی که تولید میشه و اثر بخشیش چقدر زمان می‌مونه. ما واکسنی رو می‌خوایم که
اثر بخشی دراز مدت داشته. شما واکسن نمیخواید که الان بزنیم دو ماه بعد این واکسن اثرش از بین رفته باشه. ما مشکل قبلی که با ویروس کرونا داشتیم این هست که بدن خیلی زود فراموش میکنه این ویروس ها رو و به خاطر ما نتونه قبلا نداشتیم واکسن خوبی که برای ضد سرماخوردگی معمولی باشن و علت اصلیش همین بوده. بعد ببینیم در مورد این ویروس کرونا چه پاسخ سیستم ایمنی بدن بهش چجوری هست و آیا دراز مدت هست یا نه. به خاطر همین ما حتی 18 ماه رو هم فکر نمی‌کنیم که زیاد لزومن شدنی هست. خیلی وقتا تولید واکسن و پاسخ بدن به اون واقعیتش اینه که به شانس بستگی داره. یعنی ما خیلی چیزا رو واقعا نمی‌دونیم و بعد ببینیم که در طول زمان به چه صورت پیش میره. مریم سوال کرده که آیا ممکنه واکسن فقط روی افراد جوان تاثیرگذار باشه و تاثیر روی سیستم ایمنی افراد مسن‌تر نداشته باشه؟ این جزء همون چیزایی که تو مراحل تولید و آزمایش بررسی خواهد شد. مطمئناً واکسنی از نظر ما واکسن خوب هست که تو همه گروه‌های سنی اثر بذاره. در عمل ما میدونیم که افراد مسن‌تر ممکنه که سیستم بدنشون به خوبی افراد جوان پاسخ ندن به همه عوامل برونی که وارد بدنشون میشن، ولی خب از نظر ما واکسن خوب خواهد بود که بتونه همه گروه‌های سنی پاسخ مناسب رو ایجاد بکنه. ولی اگر فقط به یک گروه سنی در آزمایش‌ها نشون داد که پاسخ میده، آیا تولید انبوه میکنید اون واکسن رو؟ خیلی بعیده. به خاطر اینکه بسته به گروهش داره. بعضی وقتا ما واکسن میخوایم فقط برای کودک‌ها بعد استفاده بشه، ولی در مورد کرونا که همه رو داره در بر میگیره، باید این واکسن باشه که بتونه روی همه هم جواب بده. علی پرسیده آیا واکسن کرونا عوارض جانبی ممکنه داشته باشه؟ اصل اول برای ما توی واکسیناسیون اینه که بتونیم عوارض جانبی و ضرر واکسن رو در واقع از بین ببریم. یعنی یکی از علتی که انقدر طول میکشه تولید واکسن این هست که اگه کوچکترین اثر جانبی واکسن داشته باشه با مقدار وسیعی که تو دنیا استفاده میشه، این اثر چند برابر خودش رو نشون میده. ما سوابقی رو داریم 5 تا 60 سال گذشته که بعضی از واکسن ها، اونم نه به خاطر خود واکسن، به خاطر مثلا مشکلاتی که یک از سوت تولید پیدا کرد توی آمریکا در مورد یک از واکسن هایی که استفاده میشد، 50 مورد عارضه به وجود آورد. این 50 مورد اونقدر اثر منفیش بر کل سیستم بهداشت درمانی زیاد بود که اصلا اون واکسن شکست خورد و جهم شد از بین رفت و ما اصلا نمیخوایم که حتی یک مورد داشته باشه. ولی به هر حال هر ماده‌ای که وارد بدن بشه میتونه عارضه بند باشه. نمیتونیم بگیم یک در میلیون همین عارضه نخواهد داشت، ولی هدف این هست که این عارضه در واقع انقدر کم بشن که ما بگیم واکسن عارضه نداره. سمیه پرسیده به نظر شما تولید دارو سریعتر انجام نمیشه تا ساخت واکسن؟ حداقل اگه دارو ساخته بشه تلفات کمتری خواهیم داشت. فرمایش درستی هست. اون دوتا به موازات دارن پیش میرن. روی داروهای متعددی داره کار میشه. دارو خب وقتی است که فرد بیمار شده و اون ناراحتی و اون مشکلاتی رو که بیمار داره رو چشیده و رنجش رو برده و بعد با دارو می‌خوایم اونو درمان بکنیم و دارو هم همیشه موثر نیستن. واکسن یک مثل یک بیمه هست، مثل یک چیزی است که کل جامعه رو میتونه ایمن بکنه و مقوله جدایی است که این دوتا متضاد هم نیستن، هر دو باید وجود داشته باشه. دکتر ستایش خیلی ممنون ازتون. شما هم سوالای خودتون رو در مورد کرونا با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام ما بفرستید @bbc. شما سری جدید برنامه نازنین از روز شنبه دوباره شروع شد. ممنون از همراهیتون. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر مشخص.